شب گذشته در مکه مکرمه و مدینه منوره باران بارید. این نخستین باران سال قمری جدید بود که شب گذشته در مسجد النبی و مسجد الحرام بارید و جمعی از زائران حاضر در حرمین شریفین سجده شکر به جا آوردند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیقات کامل و شفاف درباره حمله علیه شیعیان هزاره و توقف نسل‌کشی این مردم شد. این بیانیه بعد از حمله دو روز پیش که در یک منطقه شیعه نشین در کابل رخ داد صادر شد. بزرگترین دسته عزاداری روز عاشورا عزا توریج است که زائران از کیلومترها دورتر از شهر مقدس کربلا همزمان با روز دهم ماه محرم حرکت خود را برای زیارت امام حسین علیه السلام آغاز کرده و بعد از نماز ظهر است به حرم ارباب میرسند. در همین راستا بیش از 100 هزار پرچم سبز رنگ آماده شده تا در روز عاشورا در اختیار عزاداران قرار گیرد. با همکاری خادمان آستانهای مقدس حسینی و عباسی علیه السلام بین الحرمین با بیش از 14 هزار متر مربع موکت قرمز رنگ به منظور استقبال از سوگواری خون و شمشیر در روز عاشورا پوشیده شد. این بخشی از تمهیدات انجام شده برای استقبال از مراسم عاشورایی امام حسین علیه السلام و خدمت به زائران و دسته های عزاداری است که از مهمترین آنها عزای غمه‌زنی و عزای توبریج است.